7 جنگجوی طالبان در قندهار سربریده شدند. دزدی‌های مسلحانه در پایتخت. مردم شبها پازبانی می‌کنند. انتقال بیش از 100 نفر از کابل به آلمان. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام، وقتتان بخیر. به یکی از ویدیوهای دیگر از این کانال خوش آمدید. تقاضا می‌کنیم تا پایان ویدیو با ما همراه بوده و این کانال را نیز سابسکرایب کنید. آلمان در دومین پرواز چارتر پس از پایان عملیات تخلیه 345 نفر را از کابل انتقال داد. به گزارش اسپوتنیک، یک پرواز چارتر از سوی آلمان روز چهارشنبه 3 قوس کابل را به مقصد دوحه ترک کرد. بر پایه داده‌های وزارت خارجه آلمان، در این پرواز کارمندان محلی این کشور، فعالان حقوق زنان، روزنامه‌نگاران و افراد در معرض خطر و همچنین شهروندان آلمانی، فرانسوی و هلندی از افغانستان انتقال داده شدند. یادآوری می‌کنیم که آلمان هفته گذشته هم در نخستین پرواز چارتر 329 تن را از کابل به دوحه انتقال داده بود. در مجموع حدود 25,000 افغانستانی پذیرش آلمان را دریافت کردند. دزدی‌های مسلحانه در پایتخت، مردم شبها نگهبانی می‌کنند. در روزهای نخست تسلط طالبان بر کابل، مردم بر این باور بودند که دزدی و دیگر جرایم جنایی در پایتخت کاهش چشمگیری یافته و دزدان از ترس طالبان بیش از این دست به سرقت اموال مردم نخواهند زد. اما در هفته‌های اخیر دزدی‌های مسلحانه زیاد گزارش شده است. طوری که گفته می‌شود دزدان حتی در روز روشن هم بر خانه و دکان مردم یورش برده و اموال آنها را به غارت می‌برند. این وضعیت مردم را مجبور کرده تا شبها برای تامین امنیتشان پاسبانی کنند. در کنار انفجارهای مرگبار منصوب به داعش، این وضعیت نیز موجب نگرانی فزاینده مردم نسبت به امنیتشان شده است. به گفته شهروندان، وضعیت به جای رسیده است که دزدان حتی موتورسایکل افراد را از زیر پایشان میبرند. بحران اقتصادی، افزایش فقر و بیکاری از دلایل عمده افزایش این نوع جرایم جنایی می باشد. شهروندان کابل نیز وضعیت نابسامان عمومی را یکی از دلایل مهم افزایش جرایم جنایی و سرقت مسلحانه می دانند. به گفته این شهروندان، ناگزیری و نجات از مرگ بر اثر گرسنگی وضعیت را به جای رسانده که شماره برای رهایی از این وضعیت دست به سرقت می زنند. شماری از دکانداران هم میگویند که با توجه به اتفاقات اخیر، مردم بعد از غروب آفتاب جرأت گشت و گذار در بیرون را ندارند و دکانداران هم از ترس دزدان معمولا تلاش میکنند دکانهایشان را یک جا بسته و پیش از شام به خانه برگردند. حکومت طالبان اما تاکید میکند که نیروهای امارت اسلامی تلاش دارند تا جلوی جرایم جنایی و سرقت‌های مسلحانه را بگیرند. چیزی که حکومت طالبان بر آن تاکید دارد، همکاری مردم با نیروهای امارت اسلامی است تا بتوانند به موقع از رویدادها جلوگیری کنند. شهروندان کابل اما میگویند که دزدان بیشتر با محلات و کوچه ها آشنایی دارند، اما نیروهای طالبان به دلیل عدم آشنایی با محلات نتوانستند جلو دزدان را بگیرند. دزدی در روز روشن. محمد علی، باشنده غرب کابل، میگوید که هفته گذشته 3 دزد مسلح حوالی ساعت 1 بعد از ظهر وارد دکان او شده و موبایل و پولهای او را با خود بردند. او میافزاید آنها مسلح بودند، تفنگچه و برچه داشتند. ما کار نتوانستیم، هرچه خواستند بردند. این دکاندار میافزاید که دزدان دو موبایل و حدود 35,000 افغانی را از دکان او به زور بردند. به گفته محمد علی، سارقان از دزدان دیگری در همسایگی او نیز دو موبایل و حدود 25,000 افغانی را سرقت کردند. صاحبان این دکان نیز میگویند که دزدان با موتر آمده بودند. به گفته او، وقت برادرش خواستن نمبر پلیت آنها را به خاطر بسپارد، دزدان به سوی او چند گلوله شلیک کرده و از ساحه گریختند. او همچنین میگوید در آن رویداد به کسی آسیب نرسیده، اما دزدان بدون اینکه شناسایی شوند توانستند فرار کنند. صابره، باشنده دیگر کابل، نیز میگوید که دو شب پیش دزدان مسلح در ایستگاه سرپل در منطقه لبجر بر یخخانه حمله کرده و تمام پول و وسایل انتقال آنها را با خود بردند.
به گفته او هفته گذشته هم دزدان در غرب کابل وارد خانه یک نانوا شده و مقدار زیاد پول، موبایل و حتی طلا از آن خانه سرقت کردند. شهروندان همچنین میگویند که چند روز پیش نیز در این منطقه سارقان موتورسایکل یک مرد را که با خانم و دو کودکش بر آن سوار بودند حوالی ساعت 2 بعد از ظهر با خود بردند. حرف بزنی شلیک میکنند. باشنده دیگر کابل میگوید که در این اواخر با توجه به سرقت‌هایی که روزانه در کوچه‌ها یا محلات به طور مسلحانه صورت میگیرد مردم در نگرانی به سر میبرند. او میگوید که و همسایگانش همه روزه پیش از رسیدن شب دکانهایشان را به صورت همزمان میبندند و به خانه میروند. به گفته چمنعلی دکانداران ترس دارند که اگر یک یا دو دکان باز بمانند ممکن است مورد حمله سارقان قرار بگیرند. علی احمد دیگر شهروند پایتخت هم میگوید که مردم از ترس دزدان خواب آرام ندارند. او میگوید که از همسایگانش شنیده که از چندین خانه در نزدیکی آنها دزدی شده است. به گفته او دزدها بیشتر مسلحان و مردم نمیتوانند در برابر آنها حرف بزنند. او میافزاید که اگر کمترین مقاومت صورت بگیرد دزدان به آنها شلیک میکنند. کشیک شبانه. در این میان بسیار از خانواده ها به صورت نوبتی از ترس دزدان و سارقان شبانه پاسبانی میکنند. نبی باشنده کابل میگوید که و همسایگانش چندین هفته است که شبانه به طور نوبتی نگهبانی میکنند تا مورد حمله دزدان قرار نگیرند. نبی میافزاید که این تصمیم پس از آن گرفته شده است که در ساختمان آنها یک خانه مورد سرقت قرار گرفته و موتر همسایه دیگرش دزدی شده است. او میگوید که مردم شبها خواب ندارند که مبادا دزد وارد خانهشان شده و تمام اموال آنها را با خود ببرند. محمد علی نیز میگوید که با چندین رویداد سرقت در محله آنها مردم محل تصمیم گرفتند تا شبانه نوبتی یکی را مامور و نگهبان منازلشان بسازند تا بتوانند از دزدی و از سرقت در امان بمانند. اما پاسخ طالبان. در این میان سید خوستی سخنگوی وزارت داخله طالبان اما میگوید که نیروهای امارت اسلامی تلاش دارند تا امنیت مردم را به خوبی تامین کرده و جلو سارقان را بگیرند. سخنگوی وزارت داخله طالبان میافزاید که تنها در یک هفته اخیر به تعداد 70 نفر به اتهام جرایم جنایی و سرقت اموال مردم بازداشت شدند. به گفته او این افراد به جرمشان اعتراف کرده و پرونده آنها نیز به نهادهای عدلی و قضایی سپرده شده است. آقای خوستی همچنین میگوید که حکومت طالبان خود را ملزم به تامین امنیت مردم و اموال آنها میداند و نهایت تلاش خود را میکند تا امنیت مردم را به خوبی تامین کند. و در پایان افغانستان انترنشنال گزارش میدهد. منابع محلی در قندهار و افغانستان انترنشنال گفتند که شب گذشته یعنی سه شنبه شب 7 جنگجوی طالبان در ولسوالی دندولات قندهار سر بریده شدند. همچنان گزارش شده است که مجاوران مقبره پدر گل‌آقا شیرزاد نیز کشته شدند. تا کنون جزئیات بیشتری از عاملان و چگونگی این واقعه در دست نیست. تشکر از توجهتان. تا درود دیگر. بدرود.